یکی از بزرگترین عقیده های اشتباهی که در جامعه وجود داره ای است که قرار دادن خود ما به عنوان اولویت مغرورانه و خودخواهانه است. حقیقت این است که این امر عاشقانه ترین کاری است که میتونیم برای خود ما و دیگران انجام بدیم. مدت طولانی از وقت خود را صرف دیگران میکنیم، غافل از این که اینجا خود هم وجود دارد. میدانیم که این روزها دوباره بر نمی کرده، پس بهتر است وقتی را به نام زمان خودم هم اختصاص بده. در این زمان چیز خلق کنیم، بنویسیم، رسامی کنیم یا هم میتونیم بر خود غذای جدید آماده کنیم. اشخاص متأهل زمان کمتر را به خود میگذارند، اما گاهی نیاز است وقت را تنها بگذرانید، گاهی هم با خود صحبت کنید. بودا میگه شما میتوانید در سراسر جهان برای پیدا کردن کسی که بیشتر از شما سزاوار عشق و محبت است جستجو کنید و این شخص را در هیچ جا پیدا نخواهید کرد. شما خودتان همانند هر کس در جهان سزاوار عشق و محبت هستید. پس بهتر است شروع به قدردانی از خود کنیم، خود را با دیگران مقایسه نکنیم، روابط سالم خود را تقویت بتیم، نگفتن را یاد بگیریم، قانع نباشیم و همیشه به ندای قلب خود گوش دهیم. و اما گپی است که به خود وقت گذاشتن به معنی وقت نگذاشتن به دیگران نیست. وقتی به خود وقت میگذاریم از نکات ضعف و قوت خود آگاه میشیم و شاید بتونیم امروز بهتر از دیروز زندگی کنیم.